سلام، ما که فیزیک یاد میگیریم خیلی خوبه که مثل درس هایی که ریاضیان رو درست یاد بگیریم. بخشی از درست یاد گرفتن اینه که سعی کنیم توی دانشکده ریاضی اون درس ها رو یاد بگیریم و به همراه فرهنگ ریاضی. خب خیلی جای دنیا اینجوریه که مثلا درس های ریاضی عمومی و دانشکده ریاضی اصلا ارائه میکنه. مثلا شریف هم توی ایران اینجوریه که آمفی‌تئاتر بزرگ دارن، بعد مثلا یه ریاضی عمومی ارائه میشه کلی آدم میره سرش. ولی خب مثلا بهشت اینجوری نبود، گاهی وقت از دانشکده ریاضی مثلا یکی میومد درس میداد، گاهی وقت خود فیزیکی ها درس میدادن. اما به هر حال این کافی نیست. چیزی که مهمترینه که ما بعدا یه درسی داریم اسم ریاضی فیزیک که اینو من خود فیزیکی ها درس میدم. این خیلی بده به نظر من، چون همش داره فدای این میشه که ما داریم فیزیکی درسش میدیم. این زمانی خیلی خوب کار میکنه که معلم اون درس یا استاد دانشگاه فیزیک باشه که خیلی خوب ریاضی و به کمک دانشکده ریاضی یاد گرفته باشه، یعنی درس رو ریاضی خونده باشه و ریاضی بلد باشه، نه اینکه ریاضی رو به واسطه فیزیک یاد گرفته باشه. در غیر این صورت خیلی کار بدیه. به نظر من گزینه درست اینه که یه آدمی از دانشکده ریاضی باشه، علاقمند باشه، اینو دعوتش کنن دانشکده فیزیک و به کمک اون این درس تدریس بشه، چون خوبه که آدم ها با فرهنگ ریاضی ورزی حرفه ای آشنا بشن. برای همین من همیشه پیشنهاد میکنم به آدم ها که یعنی سه دست پیشنهاد وجوده. پیشنهاد برای یک گروه خیلی خیلی خاصی از آدمایی که هم توانشو دارن، هم علاقهشو و هم شرایط اداریشو، که اگر میتونید همزمان یه لیسانس ریاضی در کنار فیزیک بگیرید. خب این برای همه کار نمیکنه. حالا یه کسی میتونه دمش گرم، خوش به حالش، به شرط اینکه تلف نشه، یعنی درست یاد بگیره. اگر طرف واقعا زورش میرسه این کارو کنه، قمار نکنه. یک گزینه دیگه اینه که خیلی از دانشگاه ها به شما اجازه میدن که در کنار رشته اصلیتون یه رشته فرعی هم دنبال کنید. خب خیلی خوبه که این خیلی آپشن جالبیه برای کسایی که باز زورشون اونقدر هست که آدم مثلا در کنار فیزیک یه در کنارش یه رشته فرعی مثل ریاضی یا علوم کامپیوتر هم بخونه. و اگر اینا هم باز پیشنهادهای خاصیه، اگر شما نمیتونید اینا رو انجام بدید، پیشنهاد کلی ترینه. سعی کنید توی این 4 سال تا جایی که میشه برید و از دانشکده های ریاضی و علوم کامپیوتر درس بردارید. مثلا از دانشکده ریاضی خیلی خوبه که آدم درس آمار و احتمال و مثلا جبر خطی بگیره. دانشکده کامپیوتر هم درس ها ممکنه ارائه کنه، ولی اینا اولین چیزهایی که شما باید از فرهنگ ریاضی دونا یادش بگیرید. من خیلی تاکید دارم روی آمار، ولی راستش بیشتر از اون تاکید دارم روی این جبر خطی. جبر خطی جزء چیزایی که نه تنها توی فیزیک خیلی کاربرد داره، بیرون فیزیک هم خیلی کاربرد داره. شما میخواید دیتا ساینتیست بشید، جبر خطیتون باید درست باشه. اگر دوست دارید که کامپلکس سیستم کار بشید، اگر دوست دارید مثلا توی مسائلی وارد بشید که بعد فضا زیاده، دیتا زیاده، باید جبر خطی رو یاد بگیرید. و توی فیزیک مکانیک کوانتومی جایی که مدل دیفرانسیل حل نمی کنه تقریبا جبر خطیه. و خیلی جالبه که مثلا ما توی ریاضی یه چیز داریم اسم نظریه گروه که توی فیزیک هم کاربرد داره، از جمله مثلا همین مکانیک کوانتومی. و ما یه درس سه واحدی اختیاری معمولا توی دانشگاه فیزیک تو مقطع لیسانس داریم به اسم نظریه گروه. ولی جالبه که هیچ موقع این جبر خطی رو درست به ما یاد نمیدن. من ندیدم جای درست جبر خطی تدریس بشه. خیلی مختصر و مفید از روش میپرن و آدم ها در نهایت توی مکانیک کوانتومی خیلی تمرین میکنن جبر خطی رو، ولی نمیفهمن دارن چی کار میکنن. به نظر من خوب هر دانشجوی فیزیک یک بار درس جبر خطی رو یاد بگیره، یا به کمک کتاب و کورسای آنلاین آقای گیلبرت. مثلا این آدم کارش اینه که جبر خطی درس میده. توی MIT تعداد زیادی کورس آنلاین هست از ایشون که داره جبر خطی درس میده. توی ایدکس کورسای جدیدترش هست و فوق‌العاده است. باید یاد بگیرید. خب جبر خطی رو توی دانشکده ریاضی به شیوه‌های مختلف درس میدن. برای فیزیکی‌ها اون مدل اپروچ رهیافت هندسیش خیلی خوبه. همین رهیافتی که این آقای گیلبرت دنبال میکنه. اونقدر انتظایی برای فیزیکا شاید برای عمومشون خوب نباشه. پس این تابستون با دوستاتون جمع بشید، بگید ما هم دور هم جبر خطی بخونیم. میدونم شرایط بده، کرونا گرم فلان گرونیه، اوکی هست، ولی چند سال دیگه هیچ کسی از شما نمیپرسه که توی این رقابت چقدر سختتون بود. فرمیگن توی این رقابت ها چی ها یاد گرفتید و چی بلدید.
همینه که هست. زندگی خیلی وحشی و سخته. برای همین بیاید اینو فراموش کنید و به قسمت لذت بخش ماجرا فکر کنید که وقتی این جبر خطی رو دارید یاد میگیرید چقدر چیزای باحال و بامزه به ذهنتون اضافه میشه. و اگر چند تا دوست باشید که دور همین رو انجام بدید خیلی خوبه. خصوصا که الان چون نمره در میون نیست، اینکه با هم میشید مسئله حل میکنید میشه اولین جایی که شما داره تجربه کار علمی درست حسابی پیدا میکنید. من همیشه هم توصیه ام که تابستون‌ها رو بذارید برای اینجور کارها. تفریحیناتون به جا باشه، ولی در کنارش به این علم رو خاموش نکنید. سه ماه توی لیسانس خوبه که آدم مثلا بره یه ویدیوی آنلاین ببینه، یه کورسی رو ببینه، یه کتاب برده شروع کنه مسئله هاشو حل کردن، خصوصا که این منابع انگلیسی دنبال کنید. چون درسته که مهم اینه که بفهمید، اما از یه جایی به بعد یه خواستم من به فارسی نیست و اگر شما تلاشی نکرده باشین که انگلیسی خوندن براتون راحت بشه حداقل، خیلی کارتون گیره. خیلی مخصوصا که توی دوره‌های حرفه‌ای مثل دکترا و ارشد، اولا که کتاب‌ها دیگه اصلا انگلیسی هم ترجمه نشدن، اگه هم شده باشن خیلی مزخرف و بد. دومی که اصلا مقاله چی؟ مقاله ها رو می‌خواید برید تایپ بدید به مترجم براتون ترجمه کنه؟ نمیشه که. برای همین خوبه که یاد بگیرید انگلیسی بخونید حداقل. یه راه ساده‌ش اینه که این درسایی که بلدید و برید یه کورس انگلیسی ازش بگیرید پاس. اصلا برید ببینید مثلا توی MIT چه جوری اصلا چه می‌دونم کوانتوم درس میدن. برید ببینید توی آکسفورد چه جوری کوانتوم درس میدن. خیلی بامزه است اتفاقا. نه تنها تجربه یادگیری دارید، اینم میبینید که آدم‌ها مثلا یه موضوع چند جور مختلف میتونن درس بدن، چه روش‌های متفاوت هستن، کلاس‌های دانشگاه خارجی چه شکلیه، دانشجوها اگه سوال میپرسن چه سوالایی میپرسن، هر کلاس مثلا توی آکسفورد چند دقیقه است. این چیز جالبی که با آدم یک خردی میده بعد از مدت‌ها و تجربه‌اش زیاد میشه. پس هم فاله هم تماشا. خیلی خوب میشه اگر با دوستاتون بتونید این کارو انجام بدید. توی علم بودن نیاز داره به دوست خوب، به هم صحبت علمی خوب. سعی کنید پیدا کنید. و اینها راجع به جبر خطی بود. همین حرفا راجع به چیز دیگه هم صدق میکنه. حالا کم کم راجع به اونها حرف میزنیم، ولی به نظرم جبر خطی اساسی ترین چیزیه که مردم توی فیزیک بهش نیاز دارن ولی بهش بی توجهی میشه. همینطور که مثلا به آمار و احتمال بی توجهی میشه، ولی خب حقیقت اینه که جبر خطی به نظر من خیلی ابزار مهمتریه تا آمار و احتمال. برای اینکه توی بخش‌های زیادی از فیزیک شما آمار و احتمال نمیخواید ولی جبر خطی رو میخواید. خلاصه که ازش غافل نباشید. امیدوارم که تابستون بهتون خوش بگذره و اتفاقات بد کمتر رخ بده و شما بتونید بیشتر وقتتون رو صرف یادگیری کنید.